بخش شش تعلیم و تحصیل بسیاری از چیزها را باید در مورد تعلیم و تحصیل در کانادا بفهمید. اطفال در کانادا باید مطابق قانون تعلیم کنند. بسیاری از مکاتب کارمندانی دارند که وظیفه آنها کمک با خانواده ها و شاگردان تازه آمده به کانادا است که درباره سیستم تعلیم و تربیه و عادت گرفتن با آن بفهمند. دوره شاگردی در کانادا ممکن با کشوری که در آن زندگی کرده اید متفاوت باشد. سال تعلیمی در کشور کانادا در اواخر ماه آگوست یا اوایل ماه سپتامبر یعنی سنبله آغاز و در ماه جون یعنی جوزا به پایان می رسد و شامل رخصتی های طول سال تعلیمی نیز می گردد. اگر شما زمانی به کانادا برسید که سال تعلیمی آغاز شده باشد، هنوز هم می که فرزندانتان را در مکاتب شامل بسازید در مکاتب انگلیسی تمام درس ها به زبان انگلیسی تدریس شده و فرانسوی به عنوان لسان دوم تدریس می گردد. در مکاتب فرانسوی انگلیسی به عنوان لسان دوم تدریس می شود در مکاتب یادگیری لسان فرانسوی به هر دو لسان انگلیسی و فرانسوی تدریس صورت گیرد فرانسوی لسان رسمی ولایت کوبیک است شاگردان تازه آمده به این ولایت به مکاتب خواهند رفت که در آنجا به لسان فرانسوی درس داده می شود. شاگردان در کانادا از روز دوشنبه تا جمعه به مکتب می روند و مکتب در روزهای رخصتی عمومی و رخصتی های مربوط به مکتب رخصت می باشد. به طور عموم، بس های مکتب برای اطفال که در یک فاصله دورتر از مکتب زندگی می کنند قابل دسترس می باشند. سایر شاگردان ممکن است ترانسپورت آمه جهت رفتن به مکتب استفاده کنند. اطفال می که پیاده و یا هم ذریعه باسکل به مکتب بروند. شاگردان معمولا یونیفرم نمیپوشند وقتی که استاد به صنف داخل می شود، شاگردان معمولا استاده نمی شوند. شاگردان از طریق بحث کردن موضوعات، کار گروپی و پرسیدن سوال می آموزند. معمولا از شاگردان خواسته نمی شود که تنها حقایق را از یاد کنند. شاگردان همچنان میتوانند که در فعالیت‌های تنظیم شده خارج از صنف درسی اشتراک کنند. بعضی از مثال آن عبارت از ورزش کردن، کلب رفتن و سیر علمی به موزیم ها باشند. شاگردان و استادان از نژادها، ادیان، جنسیت، گرایش جنسی مختلف بوده و دارای توانایی های متفاوت می باشند. معلولین نیز همچو سایر مردم حق دارند که از همه حقوق در تمام جوانب زندگی در کانادا بهرهمند گردند. در کانادا برای معلولین مساعدت مالی و بورسیه ایرایه می گردد که بتوانند به تعلیم و تحصیل خود ادامه دهند. برای شاگردانی که مشکلات فیزیکی، سلوکی و یادگیری دارند، اکثرا کمک های بیشتری صورت می گیرد. این کمک ها می توانند که در مکتب یا هم مکان دیگری باشند. با مسئولین مکتب، سازمان های تمویلی دولت یا تمیل کنندگانتان صحبت کرده و به مجرد رسیدن به کانادا درخواست کمک کنید. در کانادا، مردم به شمول بزرگ سالان در سینین مختلف زندگی به مکتب می روند. دلایل اینکه چرا بزرگ سالان در کانادا درس می خوانند قرار زیلند. جهت تکمیل درس های ناتکمیلشان، جهت تقویت مهارت هایشان با گرفتن تصدیق نامه، دیپلوم یا درجه تحصیلی. یا بهبود مهارت های زبان انگلیسی یا فرانسوی. بزرگ سالانی که از مکتب فارغ نگردیده اند، می توانند که با اشتراک در صنفهای های مشخص شده دیپلوم فراغتشان را به دست آورند. در بعضی از این کورس ها به بزرگ سالان خواندن و نوشتن یاد داده می شود. حتی اگر به زبان خودشان هم این کار را انجام داده نتوانند. سنف های تدریس لسان انگلیسی یا فرانسوی برای بزرگ سالان موجود هستند. در این سنف ها شما در ضمن یادگیری لسان می توانید که راجع به طریقه زندگی در کانادا نیز یاد بگیرید. از سازمان های تمویلی دولت یا تمویل کنندگانتان بخواهید که در مورد تعلیم و تحصیل در کانادا برای شما معلومات بیشتر ارائه کنند.